یک سمر دوران جنینی آزمایش خودش رو پس داد نسبت به اون شرایط و نسبت به شرایط یک سالگی، دو سالگی، پنج سالگی، ده سالگی، بیست سالگی، سی سالگی هر سلولی آزمایش خودش رو نسبت به اون شرایط چی شده؟ پس داده. پس چه در جز و چه در کل چیه؟ چه اجزا و چه کل آزمایشش رو چیه؟ پس میده. حالا وقتی گفت آدم انبونی، آدم آزمایش پس بده، ما این آدم کی بود آزمایش پس داد؟ آزمایش کلی بود. آزمایش کلی مثال زدیم خدمتتون، مثلا میگن ایران در وزن برداری اول شد. خب منم اون روز خبرتون رو جوان را میدم و خودم اینجا میدیدم که ما اول شدیم، در حالی که من اصلا دستم به مرزه نخورده. یکی دیگه مرزه رو بلند کرده ولی میگن ایران اول شد. خب حالا ایران اول شد، ما یه سمبول پیدا میکنیم. این سمبول اونیه که از بین همه ما رفتیم اومدیم زمین و زمان به هم خورده، یه نفر شده این وزن بردار و این وزنه رو بلند کرده. حالا منم تو خیابون دارم با غرور میرم که ایران اول شد، میگم آقا وزن من اونم که رستم بود پهلوان، وزنه رو دیدین چه جوری بلند کرد آقا؟ بله خب ما اول شدیم. در بین انسان ها هم انسان هایی حالا اومدن در زمینه معرفت وزنه برداری کردن، وزنه رو بلند کردن، بعد میگه آقا ما بردیم. کی ما حالا ما چی فهمیدیم؟ هیچی. چی فهمیده؟ مثلا امیرالمومنین علیه السلام فهمیده. میگیم که آقا اینو ما اول شدیم، آدم برد. گوش میدین، حالا آدم یه سرش رو داریم صحبت میکنیم بشره. این میگیم آقا بشر رو باید با مراحل بعد اینا فعلا نداریم. میگیم آقا ما بردیم. میگن چرا؟ میگیم آقا امیرالمومنین علیه السلام فهمید، وزنه رو بلند کرد، ما اول شدیم. درست شد یا نه؟ خب حالا در همون مقطع هم این وزنه بردار 100 تریلیون سلول داره. آیا همه سلولاش به یه نسبت فشار رو تحمل کردن؟ نه. خب و یک بخشای فشار، یعنی ماکسیموم فشارشون بوده، ولی میگن آقا این هیکل اول شد دیگه. حالا نمیگن که بابا این سلول کمتر زحمت کشید اون بیشتر. آدم یه جا در کل قرار در معرض الست برد بکن قرار بگیره، واسه خودت خدایی یا با ما خدایی؟ قرار ما هم جواب بدیم که بله ما با خودت خدایی. خب این یک بار تک تک این سلول ها زیر فشار قرار بگیرن، تک تک این سلول ها زیر فشار قرار میگیرن. خب و به یک نظر دن از من هم سوال میکنن. حالا من و منهای من که دیگه شما معنیشو میدونید که یعنی چی؟ یه بار خود منم، یه بار من و منهای من که شما میدونید منظور چیه و چه در جو، چه در کل، چه در چی، چه بار مجموع، چه در همه اینا تک تک اجزا و کل مثل همین وزنه برداره، این فشار روشون میذارن، این سوال رو ازشون میکنن و تا بحث اون وحدانیت، اونه که گفتیم که وحدت کسرت در وحدت، همون بحث آب رو که داشتیم. این آب رو که شما میگیرین نماد چیه؟ وحدت، نماد وحدته. ولی آیا کسرت هست یا نه؟ کسرتی است که گفته الست و رب بکن، همه گفتن الست و رب بکن، لذا همه هاشتو همه مولکولای آب فقط همان. هیچ کسی میگه که نه من از اون یکی آب ترم، هاشتو ترم، من اصلا جدا باید منو بذارن. نیست، هیچ کس ندایی جز وحدانیت، جز یکتایی ندایی بر نمیاد، صدایی ازش بر نمیاد. اینجا وحدت در کسرتیم، اونجا کسرت در وحدتیم و به اصطلاح این ماجراش به این صورته که در طول و در کل و در همه اجزا نقطه به نقطه تحت این فشار قرار میگیره.